الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته سيما بقية الله في العربين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا. عرض کنم که در سوره مائده آیه 12 این آیه شریفه است که انشاءالله امشب در اطراف این آیه شریفه خدمتون مطالبی رو عرض خواهیم کرد. مطلب مهمی که بناست دربارش صحبت کنیم مسئله 12 و عدد 12 در قرآن کریم و همچنین روایاتی که در این باره وارد شده که ارتباط خاصی دارد با وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. قرآن کریم در این آیه در سوره مائده می فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، خداوند متعال گرفت میثاق و پیمان بنی اسرائیل رو، از آنها پیمان گرفت و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا و ما مبعوث کردیم از میان آنها 12 نفر نقیب که توضیح عرض میکنم و قال الله انی معکم، خداوند متعال فرمود من با شما هستم، با شما بنی اسرائیل. یهودیا خب اهل بیت رو میشناختن، میدونستن موسی پیغمبر به اهل بیت توسل پیدا کرد و اونها رو از تشنگی نجات داد. لذا داره که در زمانی که بعد از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم رحلت کرده بودن، زمان دومی آمدن پیش عمر، بعد گفتن که همین یهودی هایی که بعضی هاشون هنوز مسلمان نشده بودن، پرسیدن از ایشون عدد 12 چیه؟ درباره عدد 12 چی میدونی؟ خب عدد 12 ظاهرش معلومه چیه، ولی حقیقت عدد 12 رو ایشون منتوش. خب چه سوالاتی از من میکنن؟ مگر من اومدم که این سوالات رو جواب بده؟ رفتن خدمت باب و علم نبی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از ایشون سوال کردن عدد 12 چیه. حضرت استشهاد کردن به همین آیه شریفه قرآن که خدمتتون تلاوت کردم، فقل نظر به عصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت اینا. بعد اینها وقتی که این فرمایش از مولا امیرالمؤمنین شنیدن با مطالب دیگری که از آقا استماع کردن، شهادتین رو جاری کردن به زبانشون و گفتن که
پیشوای ما و خلیفه بلافصل پیامبر اکرم تو هستی. رفتن پیش ایشون، پیش عمر، گفتن که ما شهادت میدیم به ولایت آقا امیرالمؤمنین و امامت ایشون صلوات الله و سلامه علیه. چرا؟ چون که یهودیا این سابقه رو میدونستن که موسی صلوات الله و سلام علیه توسل پیدا کرد به اهل بیت عصمت در مواقع مختلف. هر وقت مشکلی براشون پیش می آمد، انبیاء الهی متوسل می شدند به انوار پاک مقدسه معصومین علیه مسلات و سلام. این آیاتی که درباره 12 هست در قرآن، البته شما اگر تفحص کنید، جستجو کنید، بیشتر از اینها آیات 12 در قرآن هست. یا مثلا همون سوره حضرت یوسف که می‌فرماید که انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، اینا رو همه رو از همین آیه از کنم که عدد 12 ما میتوانیم استفاده های زیادی از این عدد ببریم از قرآن کریم. و اما اونی که بناس ما در بحث آیات مهدوی از اونها استفاده کنیم، از این آیه 12، از عدد 12 و آیاتی را که عدد 12 رو در اونجا ذکر کردن زیاده. اولا امامان ما بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما میگیم ائمه 12، 12 امام، همون 12ی که در قرآن کریم است، تنزیلش درباره اون مطلبی است که اون موقع اتفاق افتاده، تأویل اونها همه و همه درباره 12 امام معصوم علیهم الصلاة و السلام.